درود، حرمت، احترام خدمت شما مخاطبین هزارآباد. امروز در خدمت شما هستیم با یک مصاحبه با جناب ضیاء آریانژاد، نماینده اسبق پارلمان افغانستان و یکی از چهره های برجسته و عدالت های کشور که همواره برای برابری و عدالت در داخل افغانستان مبارزه کردند. با توجه به تحولات اخیر در افغانستان و فروپاشی نظام جمهوریت، نیاز به بررسی دقیق وضعیت فعلی و راه های ممکن برای آینده بیش از پیش احساس بشه. در این مصاحبه ما قصد داریم تا دیدگاه های جناب آقای آریانژاد را در مورد موضوعات مهم از جمله عوامل فروپاشی نظام جمهوریت، نقشه راهگشای آینده، اجلاس های ویانا و دوحه که در حال برگزاری هستند، همچنین عوامل اتحاد یا نفاق قومیتی، مشکلات کوچه ها و سایر جنایات طالبان را بررسی کنیم. آقای آریانژاد، از اینکه فرصت دادین در برنامه ما حضور پیدا کردین بسیار از شما سپاسگزار هستیم. سلام علیکم با دوستان و مخاطبین داشته باشیم. مریم، سر وقت سلام. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم نوری و همه قسم شنونده ها و بیننده های تلویزیون و رسانه شما. امیدوار هستم که همه خوب و خوش باشین و در خدمت شما هستیم. سلامت باشین آقای آریانژاد عزیز. ما برمیگردیم به زمانی که خودتان نماینده اسبق پارلمان بودیم و همیشه برای مردم صدای عدالتتان بلند بود. در طول نظام جمهوریت من فکر میکنم عوامل خیلی زیادی باعث شد که این نظام فروپاشی بکنه، و چیزی که مردم را در بهت و حیرت فرو برد این بود که به یک باره فروپاشید و نظر تحلیلگران شاید زبان بیشتری بود. به نظر شما چه عواملی باعث شد که قدرت به این راحتی از جمهوریت و نظام طالبان انتقال پیدا کرد؟ تشکر. در قسمت اردی که چطور نظام جمهوری اسلامی افغانستان از هم پاشید و کدام عوامل در این افته بود و چطور طالبان را به قدرت برگشتاندند، بحث های چند جانبه باید از نظر من صورت بگیرد. یکی عوامل و علتی هست که ما میتونیم در 20 سالی که گذشت تا روزی که جمهوریت سقوط کردی است و یکی هم نگاه بیاندازیم و مشکلات استراتژیک افغانستان که چرا ملت افغانستان از نظام ها ما کم حمایت نمی کنه. خب در 20 سال که گذشت سرمایه های زیادی به خاطر ساختن یک افغانستان نوین، به خاطر ساختن یک نظامی که پاسخگو باشه برای تمام نیازمندی های مردم افغانستان صرف شد. اما متاسفانه در این وضعیت رهبرایی که در رأس حکومت قرار داشتن، اینا بنابر ملحوظات قومی و نژادی رفتارشان قسمی شد که مردم افغانستان حمایتشان از نظام و از حفظ نظام خیلی خیلی کاهش پیدا کنند و کم شود. با وجودی که نظام به قیمت خون تمام مردم افغانستان، خون فرزندان صدیق تمام اقوام به وجود آمده بود، زحمت های زیادی کشیده شده بود، جهان افغانستان را کمک کرد، اما متاسفانه رهبری حکومت برای چیزا باور نداشت و سرانجام کار را به جایی رسانده بود که مردم افغانستان از نظام حمایت نکند. یک دلیل شمی است و موضوع دیگرش باز هم برخورد های سلیقوی در سکتور نظامی و امنیتی افغانستان سبب شده بود که بیشتر و بیشتر نظام به سمت براوه و حکومت به سمت براوه که دیگر در برابر دشمن توانایی نداشته باشد و همین قسم دلایل زیاد دیگری وجود دارد که بالاخره جهان هم ناامید شد از اینکه بیایم تا چی زمانی را در کنار از این حکومت استاد شوند و بجنگند با نیروهای ضد حکومتی و اونا هم تصمیم گرفتند که به یک نحوی کنار بیان با طالب و پای خود را از این سیاست افغانستان بیرون کنند و بالاخره قصه به جایی رسید که افغانستان را تسلیم همو گروهی بکنند که همراهش جنگ داشتند. اینا سبب شد که حکومت از هم بپاشه، اما مردم افغانستان این رو درد و غم و رنج بزرگی را دارن با خود حمل میکنن
اما دلایل مختلف بالاخره باید به یک جای منتهی میشه که او همین رفتار قومی و دیدگاه قومی و فکر قومی در افغانستان است. همگی مردم افغانستان دوست داشتند که نظام داشته باشند، حکومت داشته باشند، اقتدار داشته باشند، سور، پیشرفت، ترقی، همه چیز داشته باشند. سرنوشت ملی کشوری که همه در او خود صاحب و مالک بدانند، همه ای چیزها را داشته باشند. اما متاسفانه یک گروه قومی تلاش میکنند که تمام داشته های تاریخی و فرهنگی خود را به عنوان داشته های ملی تحمیل کنه سر دیگران که او را دیگران نمیپذیره و هر دوری که نظام ها در افغانستان یا حکومت ها سقوط کرده ریشه تمام مشکلات به همین چند مورد برمیگرده. شما از تبعیض آمدن گفتین. یکی از مواردی که به نظر ما تبعیض بود، مخصوصا در مورد هزاره ها، گذر لین برق توتاب بود که در باعث شد که جنبش روشنایی کلید بخوره و شما جزء حامیان این جنبش بودین در کنار بعضی از وکلا و روشنفکران از سایر اقوام. به نظر شما جنبش روشنایی چرا صدای شنیده نشد؟ مگر ای به عنوان یک جنبش ضد تبعیض به وجود نامده بود، چه عواملی باعث شد که این صدا با او و او حرکت با او عظمت نادیده گرفته شد؟ بله دقیقا که من یکی از کسایی بودم که به شدت طرفدار جنبش روشنایی بودم و در او وقت صحبت های داشتیم. البته صحبت های ما در سطح نبود که او در سطح جامعه انعکاس کرده باشد، اما این جنبش حرکت بسیار منظم، قدرتمند، شهروند محور و مدنی بود. یعنی قدرت افغانستان برای اولین بار در عرصه حق طلبی در سطح جهان به نمایش گذاشت و این خیلی کار سختی هم نبود. خب یک انتقال کیبل های برق بود و اینا می گفتن که از مناطق هزارجات عبور کنند. یک خواست خیلی خوب بود، اونا می گفتن که عدالت تامین شود و انکشاف متوازن باشد، دیگر برادری و خواهری و برابری باشه، همون شعارهایی را که سران حکومت می داد. متاسفانه در افغانستان وضعیت به سمت رفته بود که هر حرکتی که تبدیل به یک قدرت اجتماعی یا قدرت اقتصادی یا قدرت سیاسی میشد، سران اما حرکت با امتیازهای بسیار کوچک متاسفانه همون حرکت ها را میفروختند. البته ما در اینجا کسی را متهم نمی کنم که در قسمت جنبش روشنایی یا این حرکت کسی و کسی دیگر معامله کرد، ولی حدثم این است که ملت بسیار محکم استاشت. اقوام هزاره ما بسیار در اینجا قدرتمند ایستاد شدند و در کنارشان تعداد زیادی از سیاستگرهای عضوی تاجیک و دیگر اقوام افغانستان هم تلاش کردند، اعلامیه ها دادند، پیام های قاطع و روشن دادند که هنوز هم در سایت ها میتونیم اونا را پیدا کنیم، ایستاد شدند. اما بعد از حادثه خونباری که رخ داد، تعداد زیادی از همشهری های عزیز ما را به خاطر حق طلبیشان به خاک و خون کشاندند و ای قصه را به جایی نبرد که مردم از یک طلبیشان دست بکشند. اما متاسفانه یک نوع لابیگری های سیاسی را در سطح بلند حکومت شروع کرد و یک تعداد از سران جنبش آهسته آهسته بعدها دیدیم که در بحث های مختلف و در پست های مختلف حکومتی گماشته شدند. خب اینا را میتونست که اینا انسان های تحصیل یافته و تحصیل کرده بودند، از این وطن بودند و حق داشتن در نظام خودشان، در حکومت خودشان صاحب مسند و پست و مقامی باشد. اما چرا قبل از این اتفاق نیفتاد و چرا قبل از این تعیینات نمیشد؟ چطور در جریان جنبش روشنایی و بعد از جنبش روشنایی دولت از یک قوم مشخص که این جنبش و یک طلبی بزرگ را برای انداخته بود یک سلسله تعینات و دیست شد. وقتی که دولت در این تعینات دیست شد، آیست آیست این جنبش صدایش پایین آمد و توجه برش نشد. به نظرم که یک نوع کارایی را دولت انجام داد به داخل جنبش و چند دیستگی تقسیم کنه و حد یکل و حلقه اولی و که در رأس قرار داشت یک بخش شبکشانه بسندی بود. پس به نحوی میشه گفت که امتیاز طلبی های بعضی از سران جنبش هم یکی از عوامل سقوطی از جنبش شده بود که نتانست صداره آنچنان که رسا باشه و اون نتایج رو منعکس بکنه. ممنون شما.
هنوز در همون نظام جمهوریت هستیم و هنوز وارد بحث طالبان نشدیم. جنایت های فجیع زیادی در چه در زمان حکومت آقای کرزایی و چه در زمان آقای اشرف غنی بر ملیت های غیر پشتون صورت گرفت و یکی از اینها هجوم کوچی ها بسیار زیاد در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان بود که مخصوصا سه قوم تاجیک، ازبک و هزاره متضرر زیاد شدند، هم از لحاظ دام و هم از لحاظ مواشی و هم از لحاظ زمین های زراعتی و خراب کردن خانه ها، و همچنین در بین اینها مبارزات مسلحانه حتی به وجود آمد و خیلی ها دست به دفاع زدند. به نظر شما چرا چنین سیاستی وجود داشت که اینها باید انتقال بدن خیلی ها را از جنوب افغانستان به شمال افغانستان و کوچهای اجباری سر سایر اقوام بیارن و هنوز این پروسه به صورت تبعیض آمیز در نظام طالبانی هم وجود دارد و شما چه تجربیاتی را در افغانستان داشتید؟ خانم نوری محترم، این قصه کوچیا و آمدن اونها مورد حمله قرار دادن مردمان هزاره ما و هر سال راه اندازی جنگ، قتل و کشتار، اینا علتهای چند منظوره دارند، ولی پشت سر هر باری که این جنایت و این فجایع میان مردمان مظلوم و بیدفاع ما رخ میده، پشت سر اینا حکومت ها هستند. این حکومت ها است که اهداف استراتژیکشان را از طریق کوچی ها هم گاهی دنبال میکنه و اونا میخواهند که بعضی از سرزمین های را از دست یک قوم بگیرند و برای قوم دیگر بدهند که متاسفانه حکومت در میانشان میجنگانند. مسئله کوچه ها و درجات اگر یک حکومت مسلح و عادل در افغانستان مستقر می بود، شما باور کنید که خیلی به سادگی حل می شود. من یک مرتبه در اونجا حضور داشتم و در بحث های جدی در پارلمان هم بودیم. یک تعدادی از اسناد و مدارکی که دو طرف ارائه می کرد اونا را هم مطالعه کردیم و دیدیم. شما باور داشته باشیم که بسیار واضح و روشن بود جاهایی که عزیزای هزاره ما میگفت که اینها ملکیت ما هستن، واقعا ملکایشان بود، سرزمین های بابایی و اجدادیشان بود، مورد تجاوز قرار میگرفت. و از سوی دیگه چیزایی را که کوچی های محترم ارائه می کردن اونا هم مدارک و اسنادی بود که تقریبا به چیزای اونا قناعت میکرد که اگر او را دولت پشت سرش دیکته نمیکرد و تحریک نمیکرد، جنگی با وجود نمیامد، یعنی قتل و کشتار صورت نمیگرفت. در واقع برای کوچه ها یک امتیازهای آسمانی و هوایی را حکومت میگفتند که فلان سرزمین، فلان منطقه و کدام جاهایی که کاملا ربطی به دولت نداشت یا به کوچه ها نداشت، اینا را علاقمند می ساختن، برشان بخشیش می کردن که تا اونا یک حسی برای خود پیدا کنن و تحریک شوند که خوبی سرزمین ها را که دولت برای ما داده بوده و فعلا هم این حکومت تاکید داره که از شما هست، ما چرا نجنگیم. وقتی که صحبت می کردیم ما می تانستیم که بعد از یک صحبتی چند ساعته، یک روز یا دو روز، کوچی آرام شوند، قناعت کنند، بپذیرند که اینمی مناطق از هزاره ها بودند. ولی وقتی که اینا نمایندهایشان داخل عرب می رفت، سران حکومت می دید، آقای غنی را می دید و دیگرانشان را می دید، بر می گشتند با یک دماغ و دید دیگه می گفتند که نه، ولایت بامیان، دایکندی، غزنی، وردک، بدخشان، کجا کجا، همه اینجا سرزمین های کوچی بوده و اینا از طرف خداوند یک قسم می گفتند که برای کوچی ها داشت. باز وقتی که مدارک و اسناد هزاره ها را پیش میکردیم و اینا تقریبا هم که انسان های خوبی هم هستن داشتن قبول میکردن و این دوامدار حکومت بود که اینا را تحریک میکردن که باید اینا براون در هزاره جاد مردم ها بیزنن بکشن سرزمین های شانه بیزن. من در دو سه روز در یک سایت دیدم که در غزنی به زراعت مردم مواشی شان آورده اعلام کرده بودن. آکمی در داور است، این رنج بسیار کلان، رنج بسیار تاریخی، چندین بار را دیدیم در غزنی، در وردک و همه قسم در
اروزگان و جاهای دیگر که متاسفانه به همین شکل هست، ولی هر دوری که را مطالعه کنیم پشت سرش حکومت ها بودن، حکومت هایی که البته ریشه و بنیادش قومی هست ولی شعارش ملی هست و تحت همین شعارهای ملی آجندای قومیشان را پیش میبره و یکی از ابزارهای پیش بردن آجندای قومی در افغانستان همین تقویت و تحریک کوچی ها علیه هزاره ها است. از صحبت دیگه ای که من خیلی در بین غیر پشتون ها اکثرا میبینم زبان ستیزی هستن که این هم به صورت سلسله‌وار در خیلی از حکومت ها و خیلی از رژیم هایی که تا و بالا شدن دیده میشن. مثلا فرض مثال فارسی ستیزی یکی از این موارد هستن، یا تغییر واژه پوهنتون دانشگاه به پوهنتون، یا تا کردن سلوهه خیلی از اماکن عمومی که وجود داره، یا تغییر نام خیلی از محله ها و مکان ها. به نظر شما اون چیزی که شما اشاره کردین ای بود که حکومت ها در افغانستان قومی هستند ولی شعارها ملی هستند. آیا چیزی ما به عنوان سمبل های ملی وجود داریم که در او تعهد و پایبند باشیم؟ اگر نیست و ای سیاست تبعیض در زبان وجود داره، در جاهای دیگه وجود داره، چرا نیازمند از این هستیم که رهبران سیاسی و اجتماعی بیایند در همبستگی قومی واقعی تلاش بکنند؟ چرا این حاصل نمیشه؟ ما متاسفانه نوری صاحب تا هنوز چیزی را در افغانستان ندیدم که در کنترل و دست دولت باشه و ملی باشه. اگر میگیم که ما بانک ملی داشتیم، واقعا بانک قومی داشتیم. اگر ما میگیم که پرچم ملی داریم، واقعا پرچم قومی بود. اگر میگیم که ما سرود ملی داشتیم، واقعا سرود قومی بود. اگر ما میگیم که انکشاف ملی داشتیم، واقعا انکشاف قومی بود. من یک چیز را خدمت شما عرض میکنم، شما جستجو کنید کتاب بودجه سال 2019-2020 مطالعه کنید. بودجه پیشنهادی که در ولایت جنوب در نظر گرفته میشه، یک ولایتش برابر چند ولایت شمال و ولایت مرکزی است. اقتصاد، بانک و انکشاف ملی ما قطعا میشه. ما زمانی میگیم که در افغانستان پرچم ملی وجود داشته که همه او را باید براش احترام کنه و او را با خود و با روح و روان و قلبش داشته باشه. زمانی که همی پرچم سی رنگ را گرفتن به نام پرچم ملی اعلان کردن، یک آدم در سطح افغانستان پیدا شد و بگوید که در همونجا که همی فیصله که شده و همی رنگ ها انتخاب شده و همی را گفتن که پرچم ملی هست، در همینجا نماینده اوزبیک، نماینده هزاره، نماینده تاجیک، نماینده نورستانی، نماینده بلوچ کی بوده؟ هیچ کس نه. زمانی که یک سمبول را آوردن که در او گندم هست، میگن که این سمبول ملی یا نشان ملی. وقتی که او را یک آدم میگیره و به لنگی آقای احمدشاه دورانی میبنده، در اونجا نماینده دیگه اقوام کی بوده؟ اینه در حقیقت ما در افغانستان چیز ملی نداریم. تمام تلاش های ما همی است که ما اگر به یک فیصله جمعی برسیم سری همین مواردی که ذکر شده، ما همینا را ملی بسازیم. فرق نمی کنه برای یک هزاره، برای یک اوزبیک، برای یک تاجیک یا برای یک نورستانی که همی رئیس جمهور و رهبر کی باشه. یک انسان میاد تعهدش همی باشه که من برای ملت کار میکنم، کار ملی میکنم، نه کار کتاب. اما داشته های یک قوم محترم را کوشش میکنن به عنوان داشته های ملی بر دیگران تحمیل کنن، یک بخش کلانی از همپاشی حکومت ها و نظام ها امین هستند. اگر همه اینا ملی شود دیگه کوچی و هزارجات جنگ نمی دیگه ایزد و بنده و کشوگیر های سیاسی از بین می رو کم می شه، همه گی به فکر ملی بودن و رشد و ترقی کشور می شه. که متاسفانه چون چیزی را ما هنوز ندیدیم. شما فکر میکنین که الان که طالب آمده در داخل افغانستان و اجلاس هایی که صورت میگیره و در او ادعا میشه، مثل اجلاس ویانا که از گروه های مختلف، از قومیت های مختلف، از احزاب و تشکلات مختلف در او حضور پیدا کرده، چقدر میتونه روی بقیه اجلاس ها مثل اجلاس دوحه تأثیر گذار باشه؟ به هر حال اینجا دیگه حرف دولت نیست، حرف یک اجماع هست.
چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر میتونه تضمین کننده باشه یا راهگشا باشه که بحث های مثل بحث دوحه تحت تاثیر از قرار بگیره؟ چیزی که بیایم سر مسئله دوها یک چیز دیگر خانم نوری خدمت شما عرض کنم اوی است که ما اگر به پشت میزها و تفاهم نرسیم در خیابانها دقیقا که دست به یخنی هم دیگر میشه. نشست دوها یا نشست ویانا نشست های هستند. از نظر تصویری ما در اونجا میبینیم چند تا ازبیک است، چند تا تاجیک است، چند تا هزاره است، چند تا پشتون است. گپ های خوبی هم میزنند و مردم ها امیدوار هم گاهی میتونن که بسازن، اما حقیقت او نیست که ما میدونیم. حقیقت ای است که ما در ما پشت میز و دور از کمره ها به یک تفاهم نرسیدیم. ما یک حکومت داشتیم که اونمو حکومت با رأی مردم و با جان فشانی های مردم با وجود آمده بود، بالاخره می گفت که کیول ورق از منطقه هزاره نشین عبور نکنه، بیای از یک سمت. اگر ما باز هم با همین بنیادهای خام طالب یک شکلی میشه از افغانستان میره یک حکومت دیگه ایجاد میکنیم، باز همون تبعیض است، باز همون افغان درجه اول و درجه دو و درجه سه و درجه چهار هست، باز هم مشکلات دیگری هست. ولی میم سر موضوع دوحه و ویانا، شما باور کنند که اگر طالب ها 10% خواسته های کشورهای منطقه همسایه و جهان را بپذیرند، جهان اونا را به رسمیت نشوند. تأکید طالب هایی است که ما را با آجندای خودمان به رسمیت بشناسید، ما را با چیز فکر خودمان به رسمیت بشناسید. در دوحه فعلا تلاش به این سمت روان است که از زنهای معترض یا ضد طالبانی در اونجا دعوت نشان، از مردهای هم که در برابر طالب حساس هستند و طالب یک نیروی تروریستی میخوانند باید دعوت نشان، مخالفین نباشد و ملل متحد هم برای از اونا نگویه که شما مخالف داشت. یک لیست طولانی را طالب ها برای ملل متحد سپرده و خواسته هایشون را در اونجا بیان کردم و خواسته های از اونا را تقریبا اینا پذیرفته و اینا یک خواست دارن که مسئله مکاتب دخترانه هست، طالب همو را هم قبول نمیکن. یعنی طالب میگه فقط خواسته های ما قبول شد و ما به رسمیت شناخته شویم، کشورمان خودمان و مالمان است. وضعیت دوحه و این شکل است. از دوحه کدام امیدواری خیلی زیاد نیست و نماینده قبلی ملل متحد هم بیانیه ای را که آورد و ایراد کرد، شما در او بیانیه هم توجه داشته باشین که مثل قصه بنورین است که از نظر استراتژیک و هم به خیر مردم افغانستان نیستند. و طالب ها ما شکایت داریم که طالب ها دست به کارهایی میزنند که برابر نمی آید با انسان امروزی و انسان قرن 21. اما سالها قبل نماینده امریکا گفته بود که می تانه در افغانستان یک اداره وجود بیا مثل اداره حکومت عربستان سعودی. خب اونجا یک پادشاه اینجا اداره میکنه، اینجا یک امیر است به نام حیبت الله که یه امیر خدا نماینده خداوند می دانه و هر چی که دلش شد می خواهد سر دی مردم مظلوم تطبیق کنه و تمام حرفایی که به خاطر اصلاح برای دی گوش امیر از طرف مردم افغانستان و از طرف سازمان ملل گفته می شه اونا را حرفای غیر شرعی، غیر دینی و ناروا می دانه. و دنیا هم هر روز در برابر از اینا کوتا می آید و اونا هم حتی ارادهی برای فکر کردن و کوتا آمدن ندارد. در قسمت نشست ویانا، در نشست ویانا که فکر کنم نشست چهارمی ویانا بود، خب این نشست هم پیش میره اما حرفای بسیار خوبی گفته میشه، از جمله بحثی که مسئولی هم برگزار کننده و نهاد در صحبتهایش در نشست قبلی گفت که یعنی دنیا افغانستان به عنوان یک کشور چند فرهنگی، چند قومی، چند زبانی و چند مذهبی بشناسد، کدام حرف در سطح اروپا و جهان از زبان یک خارجی یک حرف محکم بود، واقعا یک حرف اصلاح کننده هست. ریشه اصلی جنگ افغانستان با چند واژه برمیگرد. وقتی که افغان نام یک قوم محترم است، بعد میای هزاره و ازبک و تاجیک و بلوچ و پشه و نورستانی را هم افغان میگه، باز در وقت امتیاز طلبی که میشه بازی افغان تبدیل میشه به افغان درجه اول و درجه دوم و درجه سوم و درجه چهارم. این اینجا هست که مشکل مردم افغانستان بیشتر میشه و دامنگیر میشه و توانی از بین بردن زیبر مردم نمیمونه. همین حرفا را دقیقا در جلسه گذشته ویانا گفت.
ولی مشکل اساسی دیگر رهبرای افغانستان هم که در اینجا اشتراک کرده بودن حرفایشان خوب، مشکل اساسی در کجا هست؟ وقتی که در نشست ویانا نماینده هزاره، بگیریم که نماینده هزاره ها نماینده رسمی اگر از طرف جامعه هزاره نرفته بود، بالاخره حرف هزاره را بلند کرد. استاد عارف رحمانی زمانی میگه که در نقشه راه باید نسل کشی هزاره نوشته شود و جریان ویانا این موضوع را پیگیری کنه، بعد دو تا برادر دیگر از اونجا صدا بلند میکنه که نخیر نسل کشی نشده و اگر ای را شما در این سند بیارین ما دیگه ویانا را تحریم میکنیم. خب طالب خود سر جایش بانم، ما در امی پشت میز کسایی را داریم که تحمل نمیکنن که حتی یک حرف گفته شده که نیمه خونی هموطن در گذشت زمان تا ای چند صد سال ریخته، یعنی میره بیا بپذیر یعنی میره قبول. یعنی ما مشکل خود پشت یک میز با عزیزای پشتون خود حل کرده نمیتونیم. خود طالب سر جایش باشه اگر با واقعیت مسئله به ریشه های مسئله و مشکل افغانستان پرداخته نشود، با چهار تا حرف سیاسی را سر هم کرده بگوییم که ما یک ملت هستیم، ما مشترک هستیم، در برابر طالب می جنگیم، چی میکنیم چون میکنیم، اینا به جایی نمیرسه. ما وقتی که جنبش روشنایی بود، من تکرارم به او میپردازم چون بسیار مسئله مهم و جدی است، در او وقت طالب نبود، در او وقت ظلم که میکرد، جنبش که هدف قرار گرفت، سران جنبش را تشویق کردن که از جنبش دور شود و کیبلای برق میخواستن که از مسیر دیگه برود. او وقت یک حکومتی بود که از را در حکومت رای دادن. اما فعلا هم در ویانا که میشینن یک تعداد میگه که نسل کشی از آره در سند نبی، اینا هم طالب نیستن، مخالف طالب هستن. یعنی مشکل اساسی بالاتر از طالب است، مشکل افغانستان. ما یک چیزی که از ویانا خیلی امیدوار نیستم اینمی هست که اگر میریم بر ریشه مشکلات افغانستان اشاره میکنیم، میگه که جلسه باید تحریم شود. اگر ریشه مشکلات افغانستان بررسی نشود و او از سر راه برکنده و دور انداخته نشود، باز هم ما نتیجه میگیریم. این مسائل وقتی که در ذهن آدم میآید، باز امید آدم از این نشست ها متاسفانه کم میشه. به هر حال یک گامای خوب هست، ما باید کار کنیم تا زمانی کار کنیم که در این وطن همگی قناعت کنند که افغانستان سرزمین و ملکیت تمام مردمانی است که در این کشور زندگی میکنند. و اگر ما چیزهایی را بیرون میتیم به نام داشته های ملی، او داشته های ملی را قسمی بگیریم و قسمی یک جا سری هم بسازیم که داشته های فرهنگی و تاریخی تمام اقوام افغانستان را یک جا جمع کنیم، بعد اعلام کنیم که اینا داشته های ملی ما هستند. اگر یک وضعیت پیش می آید در یک کشور اروپایی یا ترکیه یا یک کشور دیگر، شما ببینید که در سر جیب هر فرد از کشورها پرچم ملیشان هست. چی است؟ واقعاً اون ملی است. اگر ما هم از داشته های فرهنگی هزاره، تاجیک، ازبک، بلوچ، نورستانی، پشتون همه یک چیز را جمع کنیم به نام پرچم ملی، با مشوره از اینا ترتیب بدیم، امروز در دستی همه از این مردم هم او به عنوان پرچم ملی می یا به عنوان سرود ملی می یا به عنوان داشته های دیگر ملی می که متاسفانه ما به این بنیاد ها توجه نمی کنیم و رهبرها خیلی خوشبینانه چند کار سری هم می کنن، میگن با مشکلات اشاره نکنین، از این مرحله عبور کنیم. دائم در افغانستان در این 20 سال که من تجربه داشتم می خواستم که یک موضوع مهمی، یک مشکلات بسیار مهم بریم سرش فکر کنیم و راه و چاره به خاطر بیرون رفت از او بسنجیم. اونم روز میگفتن که اینمی شرایط بسیار حساس است، سرمی موضوع فعلا بحث نکنیم. اینمی 20 سال کاملا شرایط حساس بوده، 40 سال دوره شاه کاملا شرایط حساس بوده، در زمان نادر و داوود و کی و کی همه وقت شرایط حساس بوده. وقتی که بحث میشد که باید از هزاره جنوساید حمایت شود، حمایت میلیونی نه تنها از طرف هزاره ها، از طرف دیگر اقوام محترم، بعد میگفتن که خوب امی عبدالرحمن خوب اقوام دیگر هم دنگر ها رو لغمان کشته بوده، خب برادر که کشته یا اونا بیا که هزاره ها همکار شود علی عبدالرحمن
و این جنوساید ها به یک جایی برسانند، یا ای که اونا ارزش قائل نیستند برای گذشته هایشان، میگن که کشته شده خوب شده، که کشته شده ظلم شده خوب شده، که سرشان ظلم شده خب، مانع کسایی که حق طلبی میکنه مانع از امام نشد. متاسفانه در یک کلمه در افغانستان تمام حکومت ها قومی بوده، وقتی که در برابر او حکومت ها چی نوشتاری چی گفتاری حرف زده میشه، بعضی از قوم های محترم ما فکر میکنه که این قوم در برابر قوم دیگه قرار داره. ما کمتر باور دارم که کسی در افغانستان پیدا شوه که بسیار قومگرای شدید باشه، ولی در برابر حکومت ها همه اساس است، چون جنایت را حکومت ها کرده، حق تلفی را حکومت ها کرده، سرکوب حکومت ها انجام داده. وقتی که از حکومت ها نام میبریم، چون حکومت ها دائم سلسلش به دست یک قوم بوده، بعد بعضی از عزیزای محترم ما فکر میکنن که خوب اینا به ضد یک قوم است، که هرگز به ضد یک قوم کسی بوده نمیتونه و نمی باشه. همه انسان گونه فکر میکنه، همه امروزی فکر میکنه و از قوم گرایی و تبعیدی چیزی ساخته نمیشه، ولی حکومت های خاین و خیانتکار اما وقت باید در برابرشان استاد شد، حرف زد و محاکمه روانی برا انداخت و روحیه جوان جامعه را علیه از اینا قسم تحریک کرد، که اینا در هر جای از نظر روحی در برابر مردم باید پاسخگو باشند و بپذیرند جنایت هایی را که در حق مردمان کرد. رهبران سیاسی یا کسانی که فکر میکنن نسخه شفا میتونن برای افغانستان پیشکش کنن، هنوز ریشه های اختلافی خودان را پشت میز مذاکرات با خود حل نکردن و دارن سعی میکنن بقیه تحت فشار قرار بدن. اگر روز سازمان ملل برگرده و از مخالفین طالب پرسان کنه که نسخه بدل شما چی هسته، به نظر شما چی باید باشه؟ تجزیه راه حل، فدرال راه حل، یا کدام گزینه سوم یا چهارم دیگه ای هم وجود دارد؟ اگر شما به عنوان یک سیاستمدار تحلیلتان به این چی هست؟ در این قسمت خود شما حرف نماینده آمریکا را شنیدین، گفتن که مخالفین طالبان که از افغانستان بیرون شدن یا متواری شدن، تا هنوز برای کشورشان در پیش خود و در ذهن خود یک راه حل ندارد، که متاسفانه نیروهای سیاسی ضد طالبانی یک نسخه بسیار کلان و همه جانبه که مردم در او خود بتانند بفهمن و درک کنن که ما با این نسخه نجات پیدا میکنیم، حتی با خود ندارن و همه قسم در برابر خواسته های جهانی بوده، که گفتن که خب شما که طالبان نمیخواین چی میخواین، امیر هم ندارن و حتی سازمان های کلان سیاسی و ائتلاف هایی را که شکل میتن، امی ائتلاف باز از امو کسایی که ائتلاف کرده نمایندگی کرده نمیتونه و یک نشست که میشه باز هر کدامش میگه باید در اون نشست ها ما حضور داشته باشیم، یعنی یک بی‌اعتمادی مطلق در داخل جامعه سیاسی غیر طالب ها وجود داره. بعد اینجاست که دنیا ترجیح میده که خب طالب اگر حقوق زن بر رسمیت نمیشناسد، طالب اگر سرکوبگر هست، طالب اگر از یک فکر تروریستی بیرون شده، ولی یک نیست هستن، یک تایشان میتونه که به نمایندگی از همه ایشان صحبت کنه و پیام های مثبت و منفی ایشان در برابر جهان و در برابر مردم افغانستان واضح روشن و محکم هستند. متاسفانه که نسخه وجود نداره، اما در میان رده های دوم و سوم جامعه سیاسی افغانستان بله، رای حل اساسی را ما داریم میبینیم که در افغانستان نظام های مختلفی تجربه شده. ما حکومت های امارتدار مثل امیردار مثل عبدالرحمن و حکومت دیکتاتوری نادر، داوود، جمهوری داوود، رژیم شاهی، شاهی مشروطه، جمهوری چپ کمونیستی، انواع از این سازوبرگ های سیاسی در افغانستان تجربه شد، اما هیچ کدامش نتونست که مشکلات افغانستان از بین ببرد و مردم افغانستان خود با او راحت احساس کرد. اما یک چیزی که بسیار مهم است، زمان حکومت ها اسلام میشه که حکومت نیاز داشته باشد برای ملت و اقلیت ها را رایش، تصمیمش و فکرش سازنده باشه و تحصیل گذار باشه سر تصمیم گیری های حکومت، و حکومت محتاج باشه به ذهنیت مردم و به یک اقلیت بسیار کوچک مردم، حکومت محتاج باشه. و این محتاج سازی و این نیازمندی حکومت را من فکر میکنم در
نظام های سیاسی بهترینش در سیستم فدرالی هست که به شدت دستگاه حکومتی را محتاج به رأی مردم می سازند، محتاج به فکر مردم می سازند، محتاج به پیشنهادهای مردم می سازند و در اونجا مردم هست که تصمیم می گیرند. اما کوتاهیش همیست که خودمختاری و تصمیم گیری جمعی هم مردم می تانند که با فکر باز آزاد و مختار باشند و هم تصمیم جمعی بگیرند. به نظر من یک سیستم بسیار موفق است و کشورهایی که این سیستم تجربه کرده اکثرش بعد از بحران ها رفتن به سمت دوم. همین کشور آلمان، آمریکا، کشورهای زیادی هستند ولی اکثرش موفق بودند، مثل امارات متحده عربی، هندوستان، بوسنی هرزگوین، همه از اینا موفق بودن. در افغانستان مرا باور که سیستم فدرالی نتیجه میده و کسی را اجازه نمیده که در اینجا عبدالرحمن شود، نادر شود، دیکتاتور شود، سرکوبگر شود، بیاید در برابر مردم استاد شود که خب اگر مظاهره هم بکنند دستان آزاد چیزی از دستان نمیاد و وقتی که قتل و کشتار و انفجار صورت میگیره او را هم برای مردم پاسخ نده. از این چیزها سیستم فدرالی انسانی که در رأس نظام یا حکومت قرار میگیره او را دور میسازد و او را وادار میسازد که باید با مردم باشه و به خواسته های مردم تمکین کنه. یعنی که اصل گپمه ای است که در افغانستان فعلا ما برای جهان نسخه پیشنیادی ما در برابر طالب که طالب با او میتونیم چون به چالش بکشانیم سیستم فدرالی است. مخاطبین ما یک سوالی را ارسال کرده بودم سابقا در بخش هزاره ورد و میخواستن که از یک سیاستمدار پخته پرسان بکنن که چرا عملکرد جامعه جهانی و آمریکا و ناتو و اتحادیه اروپا در قبال طالبان از سال 2002 تا 2021 چرخی، یعنی در 2001 اینا آمدن طالبان را کمر بستن که نابود کنن ولی در سال 2021 قدرت واگذار شد به طالب و اینها به جایی که نیروهای نظامی خود تقویت کنن شروع کردن به کشیدن نیروهای نظامی خود. و عامل اساسی یا عوامل اساسی بسیار خلاصه وار به نظر شما چی بوده؟ چه مسائل باعث شد که اینها روی برگردانن از ملت افغانستان و از دولت افغانستان هم واقعا ناامید شد؟ در اینجا خب قصه بسیار روشن بود که در امو وقتم رهبران اقوام تحت ستم مثل حال هیچ نوع آجندای برای آینده افغانستان که بر دنیا پیشنهاد میکرد نداشت. رهبران پشتون که در حکومت بودن در واقع اینا هم مهاجرین داخلی از ولایت هایشان در کابل بود. اشرف غنی از لوګر در کابل مهاجر بود، آقای اتمر از لغمان در کابل مهاجر بود، آقای محیب از ننګرهار و کابل مهاجر بود. صدر اعظم انگلستان میتونست که برو و یک شب در هلمند بخوابه، اما آقای غنی نمیتونست که یک شب برو و در وطن خودش در لوګر بخوابه. دنیا محاسبه شی شد که اقوام تحت ستم یا غیر پشتون هم هیچ برنامه ای ندارن و هیچ توجهی ندارن و هیچ تجربه کارا و امیدوار کننده ای را هم با خود ندارن و یک پیام درست و محکم و منظم از آدرس خود برای دنیا بتگی نامن. و از سوی دیگر از تعدادی از عزیزان پشتون ما هم که دنیا حمایت کرده بود اینا هم در داخل اقوام خود هیچ چیز نداشت. مثلا آقای محیب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان قریه و قشلاق و تمام دار ندار از به دست طالب بود. پس دنیا در اینجا متوجه شد که خب ما از این طور یک نیروی سیاسی که یک تعدادش پایگاه داره، ملت و مردم داره، برنامه نداره برای یک حکومت داری و یک تعدادش که برنامه داره پایگاه های سیاسی و اجتماعی از یا قطعا از منطقهشان بریده شده و هیچی هم ندارن. با اینا نمیتونیم که ما پیش بریم. اونا مجبور شدن بروند به یک سمتی که همون نیروی قدرتمند کم مصرف و کم عقل طالب با طالب مانده کرد. یک چیز بسیار روشن است. یعنی دنیا نمیتونست که 50 سال دیگه در کنار مردم افغانستان در اونجا پولهای انگشتی را بیارن با حکومت بیتن که او حکومت حاضر نیست که حساب برای دنیا و برای مردم افغانستان بدن و رهبری حکومت در دست کسایی باشه که او حتی اقل نمیتونه که امون بریه و رستای خود را از کنترل طالب بکشه و دنیا فکر کرد که ما چقدر بجنگیم تا سرباز ما کشته شد و اشرف غنی صاحب لوگر باشه. بالاخره اینطور نمیشد دیگه، دنیا پا را پس کشید و رفتن به سمت یک نیروی که او در میان توده های پشتون
به شدت بایگاه و جای دارد با اون. سپاسگزارم از صراحت صحبت شما و یکی بسیار ساده مسائل را تحلیل میکنیم. من حیث آخرین سوال از شما خواستم پرسان بکنم که بازی که بین داعش و طالب به نام بیرق سفید و بیرق سیاه امروز در افغانستان راه افتاده و این ریشه و رگ هم سابقه داشته چی هسته؟ آیا واقعا اینها با هم دیگه هستند یا جدای از هم دیگه هستند و ما باید چه رقم تفکیک کنیم؟ چرا؟ چون جامعه جهانی و کشورهای منطقه فعلا باج میدن برای طالب به خاطر اینکه عملیات های داعش را خونسا سازی کنند و از طرف دیگر روایت تحلیلگران را داریم که هر دوی اینها دور یک سکه هستند، در عمل یکی هستند ولی در نام متفاوت هستند. تحلیل شما را میشنویم. در اینجا هم میشه تحلیل کرد و هم میشه و یک سلسله گذشته ها روی دو معلومات تاکید کرد. شما بیاد دارین که رهبر دوم طالبا ملا اختر منصور برای رهبر داعش در عراق نامه فرستاد، گفت که ما و شما باید زیر یک پرچم جهاد کنیم. بچه اسامه بن لادن وزیر دفاع طالبها و بچه ملا عمر و لویدریسیز از اینا در بدخشان ملاقات کرد، در کندوز ملاقات کرد. امروز شما ببینید که از مرز بدخشان تا قسمت هایی از ترکمنستان در این نوار مرزی طالب های تاجیکستانی و ازبکستانی حتی داغستانی ها گاهی پرچم داعش در خیمه هایشان میزنند و گاهی هم پرچم طالب. یعنی داعش، القاعده، طالب، اینا همه یک نیرو هستند با چند پرچم، یک دیدگاه دارند با چند شعار. شما ببینید که در زمان مقاومت اول ابو مصعب الزرقاوی که او در قندار بوده و بعد در هرات بوده، در جنگ تخار او با 2000 انتحاری سهم میگیرد و با ملا عمر می رقابت با اسامه رقابت میکنه و گاهی هم از امر و حکم اسامه سرپیچی میکنه، ولی تحت پرچم القاعده و دوست و رفیق استراتژیک طالب ها در برابر مردم تخار می جنگند. و بعد از او از افغانستان میره به اردن و بالاخره در عراق میره رهبری داعش میشه، رهبری اولی داعش میشه که او در عراق و قندار. یعنی این سه گروه سه شعار دارند، یک هدف دارند: قتل، کشتار، سرکوب و رفتن به سمت آسیای مرکزی، رفتن به سمت افریقا. از افریقا میخواهند که اروپا را فشار بدن و آسیای مرکزی را هم برند به سمت های برناول و مناطق دیگه روسیه. اینا اهداف کلان جهانی دارند و ریشه و بنیادی از اینا امروز در افغانستان است و افغانستان تبدیل به بزرگترین دانشگاه تروریست پروری شده که پشت سری همه از اینها طالب های استاد هستند. با همکاری کردن طالب به خاطر به قتل رساندن زواهری رهبری القاعده، جهان فکر نکنه که طالب ها از القاعده بریده و طالب ها دیگه با القاعده نیست. شاید او را به عنوان یک اعتماد سازی، یک کار استخباراتی و یک بازی چند هدفی را انجام داده باشه، اما القاعده نزدیکترین تماس ها را با طالب ها دارد و شمال افغانستان تقریبا همه به دست القاعده و داعش و گروه های تندروی آسیای مرکزی است. سلامت باشین آقای آریانژاد عزیز. یک سوال دیگه به عنوان آخرین سوال پرسیدم که قیام هایی که در بلخاب، در پنشر، در تخار و در جاهای دیگه صورت گرفت علیه طالبان چرا زود فروکش کرد و زود از بین رفت و چرا مقاومت هایی که در جبهات چریکی از سمت جبهه مقاومت، جبهه آزادی و سایر جبهات صورت میگیره پراکنده هست و در بین اینها کدام اتحادی وجود نداره که بتونه تمامی مسائلی را که از لحاظ طالبان مهم هست را تهدید بکنه؟ مروان تشکر. قیام هایی که در برابر طالب ها در مناطقی که شما ذکر کردید با وقوع پیوست، این قیام ها هم تلفات برای طالب وارد کرد، هم قیام کنندگان آسیب دید و هم مردمان محل. اما زمانی که ما مراجعه میکنیم به تاریخ قیام ها مرتبه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم این چیزها را می داشته باشه، ولی قیام ها سرکوب شدنی نیست. در هیچ تاریخ ما ندیدیم که قیام را
حکومت مستبد و دیکتاتور سرکوب کرده باشد و این سرکوبی سبب بقای شده باشد؟ قطعا نه. قیام های ادامه پیدا میکنند، سالهای زیادی را در بر میگیرد، بالاخره رژیم های سرکوبگر و خونآشام از ریشه و بنیاد بر میکنه و به اون بر میاندازند. نه مردم بلخا با او رنج و درد و تکلیفی را که دیدن آرام هستند، حداقل در دلهایشان نفرت بسیار بسیار کلام در برابر این نیروی جاهل دارند. و همین قسم مردمان سربلند پنجشیر، اندراب، تخار، خوست و فرنگ، بدخشان، سمنگان و جاهای دیگر، این جنگ ها ادامه پیدا می کنند و هر روز در برابر طالب نیروهای نظامی در زمین افغانستان بیشتر و بیشتر می شه. نگرانی های طالب هم بیشتر شده و طالب ها به همین دلیل است که زیاد از نیروهای داعش و القاعده و گروه های تروریستی که دیگه از دیگه کشورها در افغانستان مستقر ساختن علیه از اینها استفاده می کنند. اما بدانیم که افغانستان یک کشور بزرگ است. اقوام بسیار ریشه‌داری در این کشور زندگی می کنند. هیچ کس در این کشور مهاجر نیست. همه از اینها در این کشور تمدن خود دارد، تاریخ خود دارد، فرهنگ خود دارد، افتخارات خود دارد، روزای خوش خود دارد، روزای بد خود دارد. همه از اینها آهسته آهسته در برابر طالب میشورند، مثل که امروز مردم پنجشیر، اندراب، خوست و فرنگ، بدخشان و اینجا جبهاتی است در برابر طالبا، در برابر یک نیروی که خیلی قدرتمند هستند، تجهیزات زیادی از دنیا برای اونا مانده، جهان برشان پول میده، استخبارات ها اونا را حمایت میکنه، همراهشان همکاری میکنه در قسمت های تصویر برداری شنود مسائل. اما با آن هم فعلا کسایی هست که در اونجا طالبه از نظر نظامی گرفتار کرده. 40,000 نیروی طالب در اندراب و پنشیر سنگربندی داره. مصرف یزید، حمل و نقل ازی، ترانسپورت ازی، به نوبت در سنگر رفتن ازی، این یک چالش بسیار کلانی برای طالب ایجاد شده در پنجشیر، اندراب و جاهای دیگر. و این را خود طالب که اقتصادشان مصرف میشه، نیرویی را که در اونجا روان میکنن درک میکنن که پنجشیری ها و اندرابی ها و خوست و فرنگی ها و بدخشی ها چقدر سر طالب فشار آورده. خب اگر طالب این جاها را خالی کنه و این مصرف را تحمل نشود، قبول نکنه، قطعا نیروی دومی که همون مقاومتگراست روش میکنه. همین قسم این موضوع گسترش پیدا میکنه در هزاره جات. چی بخواهیم چی نه، چی نگرانی هایی را داشته باشیم که خدای نخواسته خدای نخواسته مردمان مظلومی ما در هزاره جات یا در مناطق ازبک نشین یا تاجیک نشین به اساس رفتار وحشتناک طالب باز قتل عام نشود و جنایات بزرگتر از زیر طالب ها انجام نده. اما طبیعت انسانی هست که انسان ها از باورهایشان گذشتنی نیست. امروز فقه جعفری را طالب ها غیر رسمی اعلام کردند. هزاره های ما را به مراسم هایشان نمی مانند. ازبک های ما را از سرزمین هایشان می کوچانند. تاجیک ها را لوه ها را از دانشگاه ها پایین می کنند. داشته های فرهنگی و تاریخیشان را به مسخره می گیرند. این مردم ها هیچ کدامشان آرام نمیشینند و هر کدامشان منتظری فرصت است و زمانی که فرصت را مهیا بدانند، شما باور کنید طوفان عمیق و قدرتمندی در برابر طالب به پا خواهد شد. طالب اشتباه کرده، طالب فراموش کرده و طالب فکر میکنه که ما آمریکا را شکست دادیم، دیگه هیچ نیروی در برابر ما نمیتواند شکست. مجاهدین افغانستان، اتحاد جماهیر شوروی که دنیا از قدرت ارتش سرخ در وحشت بود و را شکست داده بودن، به همین فکر بود که ما شوروی را شکست دادیم، دیگه در برابر ما کس سفارایی نمیتونه. 4 تا پایلوچ با سرپایه های پیشاوری آمدن به نام طالب مجاهدین شکست داد. ولی هم کسای دیگه از داخل از وطن پیدا میشه که طالب شکست بده. آمریکایا که شکست خورد از وطن نبودن، اونا در اینجا ریشه نداشتن، از این فرهنگ نبودن، از این تمدن نبودن. با چند تا جاسوسشان آمده مدت زمان کار کردن با یک بخش های افغانستان، بعضی کارهایشان درست و بعضیش نادرست، ولی هزاره از این وطن هست، تاجیک از این وطن هست، ازبگ از این وطن هست، نورستانی و بلوچ و پشهی و عرب از این وطن هست و اینها حتی به خاطر حفظ ارزشهایشان، تاریخشان، تمدنشان در برابر این گروه وحشی استاد میشن. و طالب پایانش، همه قسمی که با خداوند باور داریم، ما باور دارم که پایان طالب، شکست طالب با دستان پرتوان زنان و مردان این مردم رقم خورد.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای ضیاء آریان‌نژاد، نماینده اسبق پارلمان افغانستان و یکی از سیاستمداران برجسته افغانستان. اگر صحبتی در پایان با مخاطبین دارین در حد 1 دقیقه مهربانی بفرمایید و بعد از او از حضور شما مرخص باشیم. تشکر و عرض ما برای تمام مردم افغانستان به ویژه نسل جوان و نسل دانشگاهی ای هست که مشکلات خرد و کوچکی که فعلا موجود هست و در گذشته رخ داده بوده به هر دلیلی که بوده فعلا امیر کنار بگذاریم و در برابر طالب به سمت یک صف واحد و قدرتمند برویم و یک نیروی ضد طالبی را هم در عرصه مطبوعات، هم در عرصه سیاست و هم در عرصه نظامی و اقتصادی و فکری شکل بدیم تا دشمن اصلی که دشمن دین، فرهنگ و تمام دار و ندار مردم افغانستان است او را شکست بدیم و بعد اگر مشکلی هست مراجعه کنیم به دادگاه ها و با یک راه حل خردمندانه و عقلانی مشکلات را به پایان برسانیم. تشکر زیاد از شما جناب آقای آریان‌نژاد عزیز و همچنین تشکر خاص از مخاطبین هزاره برد که تا این دم با این برنامه بودم. شما را به خداوند پاک می سپارم. تا برنامه بعد، الله نگهدارم.